درود خدمتی شماست دوستان عزیز دوستان گل این در مورد اون هوندا میخوام حرف بزنم در این هوندا یک فرمولی است برای نگفتن ما خیلی آره گفتن خیلی بلدیم خیلی راحت مثلا همیشه تا از ما اگر پول خواسته یا هر چیزی یعنی او وقتا روی ما نمیشه رو درواسی گیر میکنیم بعدا دچار دردسر سر میشه بعدا ناراحتی پیش میاد یا مثلا کسایی که پول به طرف میده حالا دوسته یا خواهم و فامیله بعد میگه یک هفته بعد پس میدم یک سال بعدم نمیتونی بگیری خب اینجا هست که وارن بافت یکی از آدم های موفق دنیا میگه بیشتری وقتا ازم نگفتن خیلی بهتره خیلی یک این مهارت اگه ما یاد بگیریم که چطوری نبگیم که هم طرف ناراحت نشه و هم اه اه کار خود ما را بیفته یعنی نبگیم برای ما خیلی بهتره راحت تریم دیگه دیگه دعوام نمیفته با اون ناراحتی نیست چند یک سال بعد یا دو سال بعد چون او چیزی که بیشتر وقتا اینطوریه وقتی که پولی که از شما قرض میگیره یا هر چیزی دیگه به راحتی اونو پس نمیده اینجاست که ما باید این هنر را باید یاد بگیریم این خودش یک خلاقیت هست. یک جور مهارت یا هنری است که ما اینو باید یاد بگیریم خب این چیه این هوندا این هوندا یا موتور هوندا یا ماشین این هی هی هوندا میشه همراهی هیش میشه همراهی کردن همراهی یعنی وقتی که پول ازت میخواد یا هر چیز دیگه ولی ما حالا مثال پول بزنیم وقتی که پول ازت میخواد بگه خب میگه که یک بیزنس یک تجارت میخواد شروع کنه خب همراهی میکنیم آه کار خوبیه خیلی خوبه خیلی فکر خوبیه ایدی خوبی داری سالها کارگری کردی خب از کارگری به جایی نمیرسه بسیار فکر خوب داری که یک کاری، م... کار کارآفرینیش رو میکنی یا مثلا یک تجارت یا فروشندگی خیلی همراهی کردنه خب باش همراه میشی که اون دیگه مقدمه میشه برای نگفتن هون نشم هون میشه نگفتن این دیگه با معذرت ما فعلا روی ما حساب نکن و ما نمیتونم برای شما پول بدیم دیگه وقت دیشی یعنی به کار میاد که دیش میشه دلیل اینجا دیش میشه دلیل که دلیل بیار که ما فعلا خودیم یک کار رو شروع کردیم ما پولیم فعلا پول رو بند کردیم یا سرمایه کردیم به خاطر اون دیگه ای هم از دلیلش که به خاطر این ما نمیتونم بر شما پول بدیم بعدش هم یک آم من علیف علیفش هم ارائه ارائه راهکار یک ارائه راهکار میده که خب شما فعلا که پولی زیاد نداری که کار رو شروع کنی خب مام که متاسفانه فعلا به شما نمیتونیم بدیم پول خب شما یک, راه، یک, راهکار اینه که شما با همه پولی کمی روی خودت سرمایه گذاری کنی یعنی خودت کلاس های در مورد تجارت یا فروشندگی شرکت کن خود خودت رشد بده قوی کن مطالعه کن کتاب زیاد بخون توی مدت روی این خودت سرمایه گذاری کنی تا این پول جور بشه تا تا شروع کنی فعلا پول دستت نیست یک مقدار روی خودت کار کن خودت یک مقدار یاد میگیری تجربه یا یک جا میره شاگردی میکنی چون کسایی هستش خب میتونی راه کار بدی کسایی هستش که هیچ حتی پول زیاد داره ولی ام، یا مغزی ثروتمند نداره خب اون پولم به باد میده هیچ کار می پس تو خودت قوی کن خودت یاد بگیر در مورد همون کاری که میخوای مطالعه کن پرسجو کن توی مدت کلاس شرکت کن این خیلی چیز خوبیه مثلا این فرمول هوندا اینجا به درد مخوره بعد هم اون طرف ناراحت نمیشه هم یک راهکار دادی راهنمایی کردی خب این به نظر ما خب نظر خیلی خوبیه حالا ببینم نظر شما چیه شما چی نظر دارین آیا این کارایی داره یا شما یک نظر دیگه دارین خب ممنون تا اینجا که با ما بودین خدا حافظ شما